احزاب راست افراطی در اسپانیا از اقدامات سنی های تون رو به عنوان بهانه برای حمله به اسلام و مسلمانان استفاده می کنند. این مسئله خطری برای همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و غیر مسلمانان در اسپانیا به شما می آید. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دیدبان مبارزه با افراد گرایی علاس هر در گزارشی اعلام کرد گسترش احزاب راست افراطی و هواداران آنها در اروپا روند همزیستی و ادغام در جوامع غربی را به خصوص برای مسلمانان و پناهندگان تهدید می کند. افرادگرایان راستگرا هیچ تفاوتی بین مسلمانان مهاجر یا متولدین دارای تابعیت در این کشورها قائل نیستند. با وجود اینکه مسلمانان و مهاجران در اسپانیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بیشتر در این جامعه ادغام شدند اما برخی از پدیده های تبعیض هر از گاهی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این گزارش آمده گروه های راست افراتی از اقدامات تروریستی گروه های به عنوان بهانه برای کارهای نجات پرستانهشان بهره برداری می کنند به همین دلیل ما می بینیم که مسلمانان در اروپا زیر چکش احزاب راست افراطی و رفتارهای گروه های تروریستی به سر میبرند این احزاب علاوه بر این از شعارهای هویت ملی برای جذب هوادار به منظور حمله به اسلام و مسلمانان و پناهندگان استفاده می کنند. حزب راست افراطی ووکس از مهمترین احزاب اسپانیاست که به هر بحانه ای افکار عمومی را علیه مسلمانان و پناهندگان حاضر در این کشور تحریک می کند. دولت اسپانیا قصد دارد بر زندگی مشترک و همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان مختلف تأکید کرده و جامعه خود را در این راستا پیش ببرد. اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده که برای مثال پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در یک سخنرانی در یک اجتماع گسترده در شهر خطافه در آوریل 2021 میلادی به طور واضح نسبت به خطر راست افراتی از جمله حزب ووکس در اسپانیا هشدار داد به گفته جامعه شناسان هر جمعیت گروه یا حزب افراطی میتواند قوانین و منشورهای بین المللی و مبانی حقوق بشر را نقض کرده و به عنوان خطری برای ثبات جامعه همزیستی مسالمت آمیز را تهدید کند